بله. الرحمن الرحیم. قوه قضاییه رو ما وقتی به طرز کارش، به ماهیتش آشنا بشیم، میبینیم که واقعا با اینکه به قول بعضی از برادران یه عمل اجرایی هم انجام میده، یک شق خاصی از اجرایی مملکتی است که گاهی میتواند معارض با قوای دیگه قرار بگیره. دادگستری و قوه قضاییه دو نحوه عمل داره که با دولت در استکاک واقع میشن. یکی این که طبق وظایفی که داره، برای همین چیزهایی که ما امروز تصویب کردیم، هر انحراف و تغییر روشی رو از طرف کسانی که در قوه مقننه و مجریه بالخصوص هستند، که بیشتر عملیات اجرایی دست اونهاست و احتمال خطا و لغزش هست، این جلوگیری رو به دست قوه قضاییه داده. بنابراین کمترین انحراف رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا، اونهایی که اسلحه میبندن، اونهایی که قدرت دارن، اونهایی که حاکمیت مردم به دست اونهاست، که همه کار میکنن. مختصر لغزش اینها رو یه مقام گوشه نشینی هست به نام قوه قضاییه میاره و محاکمه میکنه و به سلابه میکشه و گاهی اعدام میکنه امثال بوتو اینها رو. و اون جاهایی که قوه قضاییه مستقل مثل آمریکای جاهای دیگه، از دادستان یا از اون مقامی که رأس قوه هست یا از نفس قوه به شدت میترسن، چون تمام این اقتدارات این معلوم میشه تو محکمه به هیچ تبدیل میشه. یک نحوه عملی که قوه قضاییه داره برای قوه مجریه و حتی مقننه محتمل الخطا یه خطر بزرگی است و اینها از اون اول سعی میکنن که این رو تو مشت خودشون در بیارن. دوم این که قوه مجریه برای اعمال نفوذ خودش گاهی اوقات مجبور است اشخاصی رو، کتشون رو به وسیله دادگستری ببنده. دادگاه‌های به نام دادسرا و دادگاه‌های به نام دیوان کیفر درست کردن که هر کس تو داد توی ادارات تخلف میکرد میدادند و ثابت میکردند مختلص بوده مینداختن زندان، یا مختلصین رو تبرئه میکردند آزاد میکردند و این به نظر دولت بود، دولت سابق. از این قبیل شاید شقوق دیگه هم بشه فرض کرد که عمدش همین دوتاست. بنابراین حیث قوه قضاییه حیث مقابله با ظلم، ولو اینکه قوه مجریه باشن. حالا مجریه رو اگه ما معصوم فرض میکردیم مسئله اینه، از اونجایی که نه فقط معصوم نیستند بلکه احتمال خطا درشون زیاده به لحاظ تسلط زیاد بر قدرت، یک قوه قضایی مستقل در اینجا خب یه فرضیست که معقوله و باید توجه داشته باشه. قوه مجریه هیچ موقع از کمترین حقی که داشته باشه و امکاناتی که داشته باشه نمیگذره در مواقعی که منافعش در خطر باشه. تعبیر بعضی از برادرانمون این بود که بودجه اگر به دست دولت باشه، سر قوه قضاییه دائما زیر بغل اونه. برای اینکه قوه قضاییه نیاز خودش رو، نیازهای مختلفی داره و یکی از اونها نیاز قضاته، بقیه مسائل هم هست، سازمانهایی که با تأسیس کنن، کارهایی که باید بکنن، و این ولو این که در استکاک با دولت هم نباشه، ولی دولت به صرفی که از این دستگاه راضی نباشه یا این رو نگه داره تا راضی بشه که فلان عمل رو متقابلا انجام بده، بعدش نمیاد که این رو ازش استفاده کنه. استقلال قوه قضاییه که پیشنهاد شده در اینجا که بودجه مستقلن و لوایح مستقیمن بره، من میخوام عرض کنم مستقلن مستقیمن در بودجه معنی نداره. اگه مستقیما نباشه مستقلا هم نیست. برای اینکه تمام صحبت‌هایی که در یکی دو جلسه شده بر این مدار بوده که دولت باید بودجه تمام ادارات رو تعادلش رو برقرار کنه و اینها رو سبک سنگین کنه و با توجه به درآمدهایی که داره بسنجه، زیادیاشو بزنه بده مجلس. این رو دولت در تمام دستگاه اجرایی خودش باید بکنه، برای که آموزش پرورش رو با ارتش باید موازنه کنه.
یک روز هست که آموزش پرورش باید عمل انقلابی انجام بده، خرج زیاد داره، اون کار رو میکنه، از تسلیحات کم میکنه، گاهی اوقات جنگ بالعکس میکنه. و اینها تمام بر اساس اینه که تمام این قوا، ادارات و سازمانها در اختیار دولت، خودش میدونه این حاکمیت رو حقشه و ضرر به جایی نمیزنه، سیاست عمومی مملکت اقتضا داره. و اما اگر بودجه قوه قضاییه یا مقننه که مستقل هستند در اختیار دولت باشه، مستقلند یعنی خودشون پیشنهاد کنند، این معنا نمیده. مستقلند این نیست که بنشینن و صورت بدن، خب صورت رو تمام ادارات میدن. مستقل این است که بتواند این رو دور از دست برد و حذف کردنها و ایراد و اعتراضهای دولت به مجلس بده، و مجلس که نماینده همه ملت هست بگه آقا ما این قوه قضاییه رو با این مخارجش میخواهیم یا نه. و به هیچ وجه مجلس مجبور نیست که مخارج بی‌نهایت مفروض، مثلا فرض کنید که بیش از حد نیازش اگه صورت داد، تصویب کنه. این نیست. یک مقام هست که لوایح دولت رو یا تصویب میکنه یا رد میکنه و نقد میکنه و قدرت بررسی هم داره و میتونه معادله برقرار کنه بین خرج و دخل و بفهمه که چی زائده و این مجلس. حالا دولت اگه برای خودش این کار رو میکنه، برای خودش حق داره بکنه و زیانی نمیزنه، برای که مجموعش سیاست عمومی اینه. ولی قوه قضایی رو اگه دست اون بدیم، همون مستقلن هم که میفرمایید از بین رفته، برای که اگه مستقیم نباشه مستقلن هم نیست و این قید اینجا قید بیمعنیست. در مورد بودجه مستقلن با مستقیمن به مجلس دادن معادل و یک معنا رو میده. شما مستقلن رو بردارید، مستقیمن رو بگذارید، و حالا هر دو باشه که پیشنهاد هم این بود و صبح هم که ما ترک کردیم بر این قرار گرفت. ما دو عمل اداری و ارتباطی که با مجلس دارند، قوه قضاییه یعنی تقدیم لوایح و بودجه، رو یک چیز می‌دونیم. یعنی استقلال این اقتضا داره که لوایحی رو که تشخیص میده بده، و از این لوایح که این حق رو بهش دادید، لایحه بودجه خودشه، و این بودجه رو به لحاظ اهمیتی که داره دست کسی دیگه نمیدیم، و از نظر این که فرع بر این بودجه مالیات هست، فقط مجلس حق داره نظارت کنه و کم و زیاد کنه. بنابراین مستقلن بدون مستقیمن در مورد بودجه معنی نداره و این دوتا باید با هم باشن، و ضمانت اجرای استقلال قوه مجریه به اون الفاظ نیست که ما گفتیم، به اینجاست که نیاز به دولت نداشته باشه و دولت نتوانه به عنوانی که ما پول نداریم یا نمیتوانیم مردم رو مالیات وضع کنیم، قبل از اینکه به مجلس بره مقداری از اون رو بزنه، چون مجلس بیشتر از اون چه که بهش میدن تصویب نمیکنه، همیشه کم میکنه نه زیاد. مثل این که آقای خامنه ای موافق به توان دو بودن، یعنی این که این اصل باید باشه و فقط باید این مستقلن و مستقیمن در هر دو باشه. ما حاصل فرق مخالف با این اصل بودم من، به لحاظ این که اینجا لوایح قضایی مستقیمن و بودجه آن مستقلن، هر دو باید باشه مستقیمن. و من حالا این را عرض کنم در جواب، به نظرم یه شبهه‌ای شد که لحظات آخر وارد کردن، این ضربتی به تمام مخالفت‌های من میشه. من می‌خوام بگم مستقلن. من از نظر اداره مجلس خواستم ببینم مخالف بعد صحبت کنه یا موافق. من عقیدم اینه که اینجا مستقل، بنده تشخیصم اینه که مخالفته، برای اینکه مستقلن منافات داره با مستقلن و مستقیمن، نه اینکه یه چیزی اضافه کنید، بلکه این اون مفهوم رو نمیرسونه. بنابراین مخالف. آقای منتظری پس به عنوان مخالف صحبت بکنن که نوبتشونه. بله، اینجا خوشبختانه یک مأخذ فقهی جناب آقای صافی در اختیار داشتن. عرض می شود که این بخش متمم اوربس می خونم. آقای بنیسن، اختلفوا فی جواز اخذ الاجرت علی القضاء من المتخاصمین او احدهما او غیرهما مطلقا او مع الضروره او مع عدم تعین علیه او مع الامرین
و عدم جوازهی مطلقا علا اقوال فان جماعت الجواز مطلقا کما حکی عن القواعد و النهایت و القاضی و عن المفاتیح نقله عن بعضهم و عن شرحهی اسناد و جواز الاخذ الى المشهور و ظاهره اطلاق الجواز و عن جماعت المن مطلقا بل عن المبسوط انه قال اندنا لا یجوز به حال و ظاهره الاجماع علیه و عن المعتمد الاجماع علیه ما عدم الحاجه و عن الکفای نفی الخلاف فیه ما وجود الکفایت من بیت المال قال و ما عدم ها و وجود الحاجت قولان اشهرهما المن و کذا عن المسالک و عن بعضهم الجواز ما عدم التعین و الضروره و ما التعین و الکفایه لا یجوز قولا واحدا و فی المستند دعوا ظهور الاجماع علی عدم الجواز مع الکفایه. بعد نظر خود مرحوم سید و الاقوا هو الجواز مطلقا للاصل و الاطلاقات و عدم الدلیل علی المنع سوا دعوا الاجماع. بعد میرسد به استدلال به روایت نعم ربما یستدل علی الجواز فی المقام بالصحیح صحیح ابن سنان هست ان قاض بین فریقین و در وسائل بوده بین الفریقین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال ذلک السحت و فیها ان ظاهره خلاف الاجماع فانه لا مانع من ارتزاقه من بیت المال و دعوا ان الظاهر من قوله علی القضاء کونه عوضا ان لارتزاقا کما ترا فهو اما محمول علی الکراهه و ان کان بعیدا او علی کونه من قضاة الجور و کونه حرمت ارتزاقه من جهت عدم اهلیته للقضاء و علیه یحمل ایضا الخبر المروی فی الخصال السحت انواع کثیره و منها اجور القضاة. بعد مسئله بعد یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال ما حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمین لانه معد لمصالح المسلمین و هذا منها لتوقف انتظام امور المسلمین علیه بل الاقوا جوازه مع عدم حاجته ایضا کما هو المسند الى المشهور حيث قالوا بكراهته مع عدم الحاجه و ان الاولى تركه توفيرا على سائر المصالح و يدل عليه اطلاق مرسله حمات الطويله و فيها و ياخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق اعوانه على دين الله و في مصلحه ما ينوبه من تقويه الاسلام تا اخر. به هر حال این قسمت رو آقای منتظری من به نظرم که این صدرش را که دادگستری در امور مالی و اداری و قضایی استقلال دارد اصلا زیادیه. بلکه قضایی شما جلوتر که گفتیم استقلال داره، اداری هم که خب در داخل اداره هر اداره خودش مستقله بر خودش این گفتن نداره. وقت در امور مالی مستقل هست اما لازم مستقیما هم به مجلس شورای ملی بفرسته برای اینکه همه بودجه رو دولت باید ببره، ولی این مخارج خودش باید در خودش مستقل باشه، یعنی به این معنی که دیگه دولت نتونه. اون وقت اینجور عبارت رو بنویسیم بودجه دادگستری مستقلن و لوایح اون مستقیما تنظیم و برای بررسی و تصویب مجلس شورای ملی فرستاده میشه. حالا دوستانی که این اصل رو پیشنهاد کردن مثل اینکه آقای قفوری میفرمایند موافق هنوز صحبت نکرده، بفرمایید شما صحبتتون رو بفرمایید. چون با آقای خامنه‌ای یک رأی دارم. بله. حالا بفرمایند. بله. نه خیر آقا، ببینید سالهای سال آرزوی این مردم این بود که یک دادگستری مستقل و به معنای صحیح دادگستری داشته باشند. و از افتخارات اسلام این است که دادگستری به تمام مسائل جامعه اشراف داره. دلیلش همون است که چند بار دوستان گفتن و هر آدمی اینو شنیده که مختصر اطلاعاتی از اسلام داره که قاضی در اسلام حق احضار بالاترین مقام رو داره، برای اینکه جامعه احتیاج به پشتیبان و پشتوانه عدالت داره.
با توجه به این، برای اینکه این مسئله تأمین بشه، آقا اینجا سه مسئله است: یکی مال است، یکی اداره است، یکی قضا. در قضا وقتی قاضی با اون شرایطی که هست حکم کرد، هیچ چیزی نباید جلو رو بگیره. ولذا من اونجا اعتراض کردم که حکم اگر قاضی کرد به عزل رئیس جمهور، دیگه نباید معطل شد. مسائل کشور رو خود قاضی صحیح خودش رعایت میکنه، جلو حکم قاضی رو نباید گرفت. اون استقلال قضایی. استقلال مالش هم به خاطر همین است که همونطور که صحبت کردم، به خاطر خلاصه محدودیت های مالی جلوی برنامه ها رو نگیرن. این به اون معنا نیستش که قاضی برای اون حکم میده. دستگاه عدالت قضایی غیر از مسئله قاضی، قاضی اگر عادل و شایسته شد ابدا خیلی جا هست که چک سفید بهش میدن، اونم خیلی درویشانه زندگی میکنه. قاضی واقعی اون است که ما امیدواریم چنین دادگستری داشته باشیم، اما دادگستری خرجای دیگه داره. و مسئله اداره شما با اونطور نیست که بگیم هر اداره یه چیزی درست میکنه. دادگستری یه ضباطی داره، سابقا یه عده‌شون جزء وزارت کشور بودن، حالا با چه تشریفاتی فلان، ولذا در این مملکت دادگستری وجود نداشت به تصدیق تمام کسانی که با دادگستری رابطه دارن، نه به خاطر اینکه قضاوت خوب ما نداشتیم، دستشون بسته بود. بنابراین اینجا سه مسئله است. اگر بخوای، من امروز دارم اینجا میگم با اون دیدی که داریم از قوانین دادگستری همه جاهای دنیا، کمان که بسیاری از جاها مستقیما قضاوت رو انتخاب میکنن به خاطر اینکه پشتوانه داشته باشه عدالت، باید در امور مالی مستقل باشه. خود قضاوت دادگستری خیلی منیع و تبتر از اینن که تحمیل باشن به بودجه مملکت. و از نظر اداری هم پلیس قضایی مستقل دارن که ضامن اجرای عدالت باشن. از نظر قضایی هم وقتی قاضی حکم مستقل است و هیچ چیزی جلوی حکم رو نمیگیره. این است که این جمله لازم است از نظر فنی باشه و اگر حذف بشه یه اشکال فنی حقوقی پیدا میکنه. و راجع به تقدیم لایحه شما همونطوری گفتیم منافات نداره که لوایح دیگه هم تقدیم بشه، ولی لوایح قضایی به طور مستقل و مستقیم حق دادگستری، چون میخواد ایجاد تشکیلات و عهده‌دار مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. شما این شغل بهش دادید، باید وسایل هم در اختیارش بگذارید. بنابراین مسئله لایحه هم باید مستقلا و مستقیما باشه و منافات نداره با اون مسئله که بعضی از دوستان گفتن، چون نمایندش که حالا اسم وزیر دادگستری که ما فکر کردیم نداریم وزیر دادگستری، ولی نماینده اون مثل وزیر دادگستری در هیئت دولت و یک نماینده پارلمانی هم دارد برای تقدیم لوایح. به نظر میرسه با متالی این از تدوین شده. بله شده. اجازه بدید ما اصل 143 رو اجازه بفرمایید. بعد از دو شما به این سه نفر آقا صحبت کردن، هر سه تأیید کردن این باید مستقل باشه بدون توجه به اون اشکالی که پیش از ظهر شد. آخه این در تنظیم بود که اصلا مملکت را مختل میکنه. هرچی هم گفته بشه آقای قفوری میگه نه خیر، قضاوت فرشتوار داریم از آسمان آمدن. آقای قفوری نوعاً با حسن ظنی که دارن اینجور چیزا را میگن. اون اول در تعطیل مجلس هم گفته شد، گفت آقا انسانی کنید انسانی کنید که مجلس تعطیلیاش اینجوری شد. این شعارها را بذاریم کنار، واقع را نگاه کنید. این اشکالی که در بودجه شده جوابش داده نمیشه. هر چه به ایشون و به دوستان دیگر گفته میشه آخه این بودجه باید در مملکت، اینا ما در قانون اساسی بذاریم، فردا اشکال پیدا میشه. حداقل اشکالش بذارید کنار. یا اجازه بدید مخالفین هم صحبت کنند. دیگه صحبت شد آقای دکتر غفوری. نه دیگه آخه اجازه بدید. یه مقننه داریم، مگر مجلس شورای ملی خودش استقلال مالی نداره؟ بنابراین قوه مقننه یه قوه قضاییه. یه تو مجلس تصمیم کشید صحبت شد. عملا صحبت به اندازه کافی شد. آقای موسوی صحبت فرمودند دیگه. بس آقا این آقای دکتر غفوری اجازه می‌فرمایید مجلس آرام باشه، می‌خوایم با دست رأی بگیریم ببینیم کدام یک از این دو است. بابرقه اصل 143 برای رأی گیری با ورقه خونده میشه. 144 اصل 100 حالا اگه نشود اینو می‌خونیم. اصل 144 دادگستری در امور مالی و اداری و قضایی استقلال دارد، لوایح قضایی آن مستقیماً و بودجه آن مستقلاً برای بررسی و تصویب
به مجلس شورای ملی فرستاده می شود. لطفاً رأی بدهید. آقای بخوری اجازه بدید که در اثناء نتیجه رأی عده آرا عده حاضر 55 شماره آرا 55 موافق 35 مخالف 7 ممتنع 13 تصویب نشد. پس دو مطلب داره که اینا رو باید جدا بفهمیم. فردا دیگه عرض میکنم. عرض کنم فردا دیگه اینجا جای بحثش نیست. استقلال قضایی قرار شد فردا. استقلال قضایی کاری به اینجا نداره. موضوع